سایه ای هستم بر دیوار غرق خاطره ها. فرهنگ سرای ماینس آلمان روز یک شنبه همزمان با چهارمین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری PS752 با برگزاری مراسمی یاد و خاطره قربانیان این فاجعه را گرامی داشت و شرکت کنندگان خواهان محکوم کردن این جنایت از سوی مقام‌های اروپایی شدند. از زمان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری، هنرمندان و فعالان سیاسی و همچنین دیگر مخالفان و معترضان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند هر آنچه که در توان دارند برای همدردی با خانواده‌های پرواز اوکراینی به کار گیرند و تداوم صدای دادخواهی آنان باشند. این نوع نشست‌ها، برگزاری چنین برنامه‌هایی، تلاش بر این داره که صدای آزادی‌خواهان، دادخواهان، عدالت‌خواهان و علیه فراموشی باشه. جنبش سیاسی خارج کشور توانسته است به طور مستمر صدای دادخواهی مردم ایران و جان باختگان باشند. پرواز PS752 و جان باختن 176 انسان بخشی از جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است و دادخواهی در این مناسبت ها بسیار حائز اهمیت است و ما توانستیم که صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. سر باشه این نشستا، چرا که باعث میشه ما صدامون به گوش جهانیان برسونه و بتونیم صدامون رو، صدای دادخواهان رو به جوامع غرب و مردم جهان برسونیم تا ببینن ما با چه حکومتی روبرو هستیم و بتونن کمک بکنن به این که بتونیم از جمهوری اسلامی گذر کنیم و این حکومت مستبد و دیکتاتور رو از بین ببریم. ما هر روز میبینیم که اتفاقایی که توی دنیا داره میفته، هر گوشه ایشو که نگاه کنیم میبینیم که بازم برمیگرده به جمهوری اسلامی، این حادثه‌های تروریستی. از زمان وقوع این جنایت، جمهوری اسلامی اگرچه تلاش کرد با پنهانکاری این فاجعه را به یک نقص پروازی نسبت دهد، اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و وجود برخی شواهد باعث شد که حکومت ایران پس از 3 روز انکار در نهایت لب به اعتراف بگشاید. حال بیش از 1000 روز است که خانواده‌های دادخواه و مردم ایران در تلاشند که عدالت اجرا شود و عاملان این جنایت که سپاه پاسداران در رأس آن قرار دارد را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان. باد پاییز شد و باد چرخید و حوض چو گیاهی مردم روید و درخت